اخبار اقتصادی ایران و جهان. بنابر آخرین گزارش، با پرداخت 79 دلار در سال و دریافت یک شماره تلفن مخصوص از هر نقطه ایران می توانید مستقیما نامحدود بدون گرفتن پیش شماره با کشورهای آمریکا، کانادا و اروپا تماس تلفنی برقرار کنید. برای اطلاع از جزئیات این خبر می توانید در آمریکا با تلفن 1-800-267-1350 و در اروپا با کاستومر سرویس ما در انگلستان 0203-608-4800 Magic Tell تماس حاصل نمایید. Magic Tell، یکی از معتبرترین مراکز ارتباط تلفنی در جهان. Magic Tell. همینان عزیز، سلام عرض کردم. شما که در سراسر کالیفرنیا هر جا که زندگی میکنید، برای اخذ وام منزل، آپارتمان و تجاری به ما زنگ بزنید. ما اگر حتی اگر شما جاهای دیگه هم قبولتون نکردن، ما سعی میکنیم شما رو اوکی بکنیم. زنگ بزنید، در خدمتتون هستیم. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها و یک شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، تکرار برنامه چهار شنبه ها ساعت 15، 818-344-5050، 818-377-31، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. یلو پیج ملی، کاملترین یلو پیج خارج از کشور. یلو پیج ملی، یلو پیج متخصصین موفق ایرانی. تلفن 50 50 100، ایریا کد 818. در تلفن های دستی خود اپ 50 50 100 را به رایگان دانلود کنید و به راحتی اطلاعات مورد نیازتان را به انگلیسی یا فارسی جستجو کرده و به آدرس یا تلفن مورد نیازتان دست یابید. همچنین سایت IRTV و یا کلیه رادیو تلویزیون های معتبر ایرانی و حتی اخبار محلی لس آنجلس، همه و همه یک جا توسط اپ 50 50 100 در تلفن های دستی شما. شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس، من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران
درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز شنبه 4 جولای 2023 میلادی مصادف با روز استقلال ایالات متحده آمریکا برابر است با 13 تیر ماه سال 1402 خورشیدی. بازنشستگان کشوری، فرهنگیان، کارکنان هفت تپه، کارکنان بانک و مردم ساکن در اطراف پتروشیمی دهدشت در اعتراض به وضعیت معیشتی خود امروز دوشنبه 13 تیرماه تجمعاتی را در شهرهای مختلف ایران ترتیب دادند. جمعی از کارکنان نظام بانکی کشور روز 13 تیرماه مطابق اعلام قبلی و در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلاتشان مقابل مجلس اقدام به تجمع کردند. اتحادیه آزاد کارگران گزارش داد که این تجمع با ممانعت نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو شده و گرد همایی اعتراضیان‌ها در میدان بهارستان تهران مورد حمله قرار گرفت. همزمان جمعی از شهروندان ساکن روستاهای اطراف شرکت پتروشیمی دهدشت مقابل درب ورودی این شرکت تجمع کردند. تجمع کنندگان علاوه بر مشکلات معیشتی اعتراض خود را به استخدام نیروهای نزدیک به نماینده و عدم استفاده از نیروهای محلی هم نشان دادند. بر اساس گزارشی که اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر کرده، کارگران رسمی شرکت نیشکر هفت تپه هم برای چندمین بار نسبت به عدم اجرای صحیح و بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل در روز سه‌شنبه تجمع کردند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده روز گذشته 12 تیر ماه حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهوری سابق ایران بار دیگر وارد اندرزگاه 4 زندان اوین شد. حسین فریدون مهماه سال 1398 به اتهام اخذ رشوه به 5 سال حبس قطعی و رد مال به مبلغ 31 میلیارد تومان محکوم شده بود. پیشتر گزارش‌های مبنی بر عدم حضور حسین فریدون و برخی دیگر از متهمان به فساد اقتصادی در زندان منتشر شده بود. 8 تیر ماه غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌های کشور در برنامه صف اول شبکه خبر درباره وضعیت حضور اکبر طبری، مهدی هاشمی و محمد علی نجفی که پرونده هر سه با عنوان مفاسد اقتصادی رسانه‌ای شده بود مورد سوال قرار گرفت. او در پاسخ گفته بود که آقای طبری، آقای هاشمی و آقای نجفی به واسطه مرخصی طویل المدت خارج از زندان نیستند، اما در زندان هم نیستند. آزادی این افراد به واسطه تسهیلاتی است که قانونگذار تدارک دیده و همه اینها در چارچوب موازین قانونی آزاد شدند. در ادامه تورم و گرانی افسار گسیخته در بازار کالاهای اساسی، رسانه‌های ایران از افزایش قیمت مرغ خبر داده و گفتند با وجود تعیین نرخ مسبب از سوی دولت، هر کیلو مرغ در شهر تهران بین 85 تا 95 هزار تومان فروخته می‌شود. از سوی دیگر در پی مشاجره بر سر قیمت گوشت مرغ، یک تن به قطع رسیده است. بر اساس گزارش‌ها قیمت مرغ در آستانه ورود به کانال 100 هزار تومان و 6 رقمی شدن قرار دارد و 22 هزار تومان بالاتر از مسببات دولت فروخته می‌شود. اما تصویب نرخ 73 هزار تومانی برای این محصول هم پیشتر اعتراض شهروندان را در پی داشت و متناسب با قدرت خریدان‌ها نبود. افزایش قیمت مرغ بر نابسامانی در بازار حواشی دیگری هم به همراه داشته است. در روزهای اخیر بنا به اعلام محسن سلیمانی جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان چالوس، مشاجره بر سر قیمت گوشت مرغ میان مسافر و فروشنده منجر به قتل فروشنده مرغ شده است. یک روز بعد از آنکه سازمان حقوق بشر ایران آمار جدیدی مبنی بر افزایش اعدام‌ها در ایران منتشر کرد، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از اعدام یک گروه 3 نفره در بندر عباس خبر داد. به گفته رئیس دادگستری استان هرمزگان، این 3 تن صبح سه‌شنبه 13 تیر ماه در زندان بندر عباس از طریق آویخته شدن به دار اعدام شدند. مجتبی قهرمانی گفته است که اتهام این 3 تن تجاوز به عنف به چندین زن در یک مؤسسه زیبایی غیر مجاز و بعد از تزریق بیش از حد داروی بیهوشی بوده است.
حسین یزدی مدیر سایت مبینه 24 و کانال خبری ایران تایمز روز سه‌شنبه در پی احضار به دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان بازداشت و به زندان دستگرد منتقل شد. سبا یزدی فرزند این روزنامه‌نگار منتقد حکومت ایران در پیام توییتری این خبر را تایید کرد. او در گفتگو با شبکه شرق اتهام مطرح شده علیه پدرش در ابلاغیه دادسرا را تبلیغ علیه نظام ذکر کرده و حسین یزدی تا کنون چندین بار به مراجع قضایی احضار شده و پاییز گذشته هم مدتی را در زندان سپری کرده است. این روزنامه‌نگار منتقد که 14 آذر ماه سال گذشته در اصفهان بازداشت شده بود، همزمان با موج آزادی‌ها در بهمن ماه سال قبل از زندان آزاد شد. آقای یزدی در آن پرونده به 1 سال حبس تعزیری، 2 سال ابطال گذرنامه و ممنوعیت خروج از کشور و الزام به شرکت در دوره مدیریت رفتار و مهارت دانش محکوم شده بود. یک نماینده اسبق استان کردستان در مجلس شورای اسلامی به دلیل اعتراض به زمینخواری در 3 پرونده جداگانه به 5 سال زندان محکوم شده است. یک منبع مطلع گفته است که محکومیت 5 سال زندان برای محمد زایی نماینده پیشین بیجار در مجلس در پی اعتراض او به زمینخواری و فساد مقامات جمهوری اسلامی در این شهر استان کردستان و در 3 پرونده مختلف بوده است. بنا به این گزارش، محمد زایی نماینده دور ششم مجلس از حوزه انتخابیه بیجار در یکی از این پرونده ها به 2 سال زندان محکوم شده و این حکم اکنون به اجرای احکام کیفری دادسرای بیجار فرستاده شده است. محکومیت آقای محمد زایی بعد از آن رخ داد که به گفته خودش او به خیز جوجه زمین خاران برای ادعای مالکیت عرصه ساختمان ادارات اطلاعات و دفتر امام جمعه بیجار اعتراض کرد. او در متنی که در کانال تلگرامیش منتشر کرد تاکید کرده که انگیزه جز دفاع از حقوق عمومی در برابر سلطه مافیای سبتی قضایی بر مایملک عمومی در حوزه انتخابیه پیشین خود نداشته است. این نماینده پیشین مجلس همچنین با انتشار تصویری از محمد رضا شاه پهلوی در کانال تلگرامی خود خطاب به آخوندها نوشت: در چنین فضای خفقان زده ای این حق را به ما می دهید که فریاد بزنیم مرگ بر ما که گفتیم مرگ بر شاه. بعد از آنکه یک خبرگزاری روز سه‌شنبه مدعی انتشار تصویری از استعفانامه رئیس اتاق بازرگانی ایران شد، حسین سلاح ورزی که به این سمت انتخاب شده خود خبر استعفایش را رد کرد. حسین سلاح ورزی روز سه‌شنبه در توییتر نوشت که از ریاست اتاق بازرگانی ایران کنارگیری نکرده و در مسئولیت محول شده از توی هیئت نمایندگان همچنان مشغول به کار است. او درباره انتشار آنچه تصویر استعفانامه او خوانده شده نوشت: برگ منتشر شده را فاقد اعتبار و آثار حقوقی می دانم و به فضل خداوند متعال روز یک شنبه حقایق پیرامون موضوع را خواهم گفت. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران و وبسایت امنیتی مشرق نیوز در یادداشت هایی به نامه اخیر فائزه هاشمی فعال سیاسی واکنش نشان دادند و درخواست او برای شرکت نکردن در انتخابات را در راستای مواضع سازمان مجاهدین خلق دانستند. روزنامه جوان در شماره روز سه‌شنبه خود با اشاره به بازداشتی پلیس آلبانی از ساختمان اعضای مجاهدین خلق در آلبانی نوشت که این نامه فائزه هاشمی با تشویق به برهم زدن نظم سیاسی در ایران همان رویکرد براندازانه سازمان مجاهدین خلق را پیش می‌برد. جوان ادامه داد: از توی خود اصلاح طلبان هم با هدایت محمد خاتمی در انتخاباتی تک کاندیدایی و بی‌رقیب به آذر منصوری برای تکیه بر کرسی ریاست جبهه اصلاحات رأی دادند. آذر منصوری دبیرکل حزب تندوی اتحاد ملت است که پیش از این از عدم حضور در انتخابات دفاع می‌کردند. این روزنامه سپاه همچنین با آشوب خواندن خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی نوشت: اصلاح طلبان برای سوء استفاده از فضای بعد از آشوب‌های سال گذشته که به بهانه آزادی زنان صورت گرفت، ترجیح دادند که بی‌اعتنا به کارآمدی از یک زن در رأس جبهه خود استفاده کنند تا برخلاف ضدیت کلامی با عوام فریبی در عمل مانند همیشه پاپولیست باشند. بینندگان ارجمند، در لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم.
برشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندا و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی، یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده‌های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. خبرها را دنبال می‌کنیم. ایران روز سه‌شنبه به عنوان عضو رسمی سازمان همکاری شانگهای به رهبری چین و روسیه انتخاب شد. نارن را مدیر نخست وزیر هند، رئیس دوره این پیمان دست جمعی، با استقبال از این امر اعلام کرد که ایران رسما به عنوان نهمین عضو این سازمان انتخاب شده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، هم با استقبال از عضویت ایران گفت وظیفه ماست که به ایران کمک کنیم در تمام زمینه‌ها در سازمان همکاری‌های شانگهای فعال باشد. ایران سال هاست که برای عضویت در این نهاد عمدتاً امنیتی که با مشارکت چین، روسیه و کشورهای آسیای میانه همراه با هند و پاکستان برای جلوگیری از نفوذ غرب و ناتو در سال 2001 راه اندازی شده است، تلاش می کند. چند روز بعد از آنکه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از آمادگی این کشور برای آغاز حفاری در میدان گازی مشترک آرش از دور خبر داد، کویت به جمهوری اسلامی هشدار داد کشور کویت و پادشاهی عربستان سعودی دارای حقوق انحصاری بر منابع طبیعی میدان از دور هستند.
وزارت خارجه کویت با انتشار بیانیه‌ای نوشت که این کشور دعوت خود را از طرف ایرانی برای آغاز مذاکرات در مورد تعیین مرزهای دریایی تجدید می‌کند. بر اساس گزارش‌ها بیشتر میدان گازی ادور آرش در مرز مشترک دریایی دو کشور کویت و عربستان سعودی واقع است، اما بخشی از آن هم متعلق به ایران است. علاوه بر این بیانیه وزارت خارجه کویت، وزیر نفت این کشور هم اعلام کرده که از تصمیم جمهوری اسلامی که در تضاد با اصول اساسی روابط بین الملل است شگفت زده شده است. او گفت ما فعالیت‌های برنامه ریزی شده ایران در میدان گازی ادور را قاطعانه و کاملا رد می‌کنیم. با وارد شدن حملات ارتش اسرائیل به اردوگاه آوارگان جنین در کرانه باختری به روز دوم، یک مقام ارشد اسرائیلی جمهوری اسلامی را عامل بزرگ بروز این تنش‌ها اعلام کرده است. این مقام اسرائیلی گفت که ایران پشت بسیاری از عوامل تروریستی در یهودیه و سامره در کرانه باختری است. ایرانی‌ها هم از لحاظ فیزیکی و هم از نظر مالی تعداد زیادی از عوامل عملیاتی را تأمین مالی می‌کنند و آموزش می‌دهند. بخشی از این آموزش شامل دانش کامپیوتری هم می‌شود. او که نخواست نامش باز شود افزود که ما در همه نوع فعالیت‌ها شاهد این قضیه بوده‌ایم. افراد به خارج از کشور پرواز می‌کنند، در ایران تمرین می‌کنند و برمی‌گردند. این مقام ارشد اسرائیلی اضافه کرد که ما در حال رسیدگی به این موضوع هستیم. اطلاعات بسیار خوبی داریم که این موارد را می‌بیند و می‌داند که چگونه آنها را چه در داخل کشور اسرائیل و چه در خارج از آن در خاورمیانه مدیریت کند. هر جا تروریسم ایرانی را می‌بینیم به آن رسیدگی می‌کنیم. در پی تیراندازی مردی در فیلادلفیا 5 تن کشته و 2 کودک زخمی شدند. مهاجم مظنون که به هنگام تیراندازی جلیقه ضد گلوله پوشیده بود، مردی 40 ساله است و اکنون در بازداشت به سر می‌برد. این فرد هیچ ارتباطی با قربانیان ندارد و به نظر می‌رسد که بدون هیچ انگیزه مشخصی اقدام به تیراندازی کرده است. این حمله در آستانه روز استقلال آمریکا تنها یک روز بعد از آن رخ داد که در جریان یک تیراندازی دیگر در شهر بالتیمور در ایالت مریلند آمریکا 2 تن کشته و 28 تن که حدود نیمی از آنها کودک بودند زخمی شدن. لالگرش من بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. هیجری لاگروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیجری و همکاران متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی، از جمله اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت. دفاتر سامان هیجری در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hejarilawgroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جل باکس HT 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری
و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال میکنیم. مقامات طالبان در افغانستان دستور بستن تمام آرایشگاه‌های زنانه تا یک ماه دیگر را صادر کردند. سالن‌های زیبایی یکی از معدود مکان‌های عمومی باقی مانده است که زنان به آن دسترسی دارند. آکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، گفته است که مالکان این آرایشگاه‌ها تا یک ماه دیگر فرصت دارند که کسب و کار خود را ببندند. دانشمندان میگویند با نگاه به مقطع نخستین شکل‌گیری کیهان دریافتند که اجرام آسمانی در مقایسه با زمان کنونی به گونه ای آهسته تر حرکت میکردند. اخترشناسان با مشاهدات علمی جدید خود توانستند بعد از حدود یک قرن بر گفته های آلبرت آینشتین مهر تایید بزنند. آینشتین در نظریه نسبیت عام خود پیش بینی کرده بود که جهان در گذشته بسیار کندتر از حال حاضر حرکت می کرده است. گرانت لوئیس، استاد اختر فیزیک دانشگاه سیدنی و نویسنده اصلی این مطالعه، گفت با نگاه به وقتی که کیهان کمی بیش از 1,000,000,000 سال سن داشت، می بینیم که زمان 5 برابر کندتر از حال حاضر حرکت می کرد. به اضافه کرد اگر شما آنجا بودید، در آن جهان نوزاد و نوظهور یک ثانیه به نظر یک ثانیه می رسید، اما از موقعیت کنونی ما بیش از 12,000,000,000 سال بعد، یک ثانیه آن زمان 5 ثانیه ما به طول می انجامد. تحقیقات نشان می‌دهد که جهان با سرعتی شتابان در حال انبساط است. آمریکا دانشمندان هنوز در تلاش برای درک آن هستند. رمزگشایی از آنچه در روزهای اولیه کیهان اتفاق افتاد می‌تواند به دانشمندان کمک کند تا درباره بزرگترین اسرار در مورد منشأ، چگونگی تکامل و آینده آن به جواب برسند. بینندگان ارجمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارانم در اتاق فرمان، آقای سپر و آقای حکیم‌زاده. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.